نام خداوند یکتا و با عرض سلام و صبح بخیر. بعد دو ساعت برنامه آغاز روز از آریانا نیوز خوش آمدید. طبق معمول برنامه آغاز روز تا دو ساعت، البته تا ساعت ده ادامه خواهد داشت. بحث داریم در مورد گفتگوهای به تعویق افتادن گفتگوهای رودروی حکومت با طالبان، با آنکه وزارت دولت در امور صلح گفته بود که یک هفته پیش این گفتگوها در یکی از کشورهای اروپایی برگزار می شود، اما اکنون ریاست جمهوری می گوید که هنوز زمان مشخص برای این گفتگوها تعیین نشده است. سخنگوی ریاست جمهوری تاکید می کند هنوز حکومت در انتظار نتیجه دوره هشتم گفتگوهای میان آمریکا و طالبان است. در همین حال منابع نزدیک به طالبان میگویند این دور گفتگوهای میان افغانی حساس تر از هر دور دیگر خواهد بود و در آن روی نظام آینده و صلح سراسری رایزنی خواهد شد. برای بحث بیشتر در این مورد آقای علی سعیدی استاد دانشگاه در استودیو با ما هستند. استاد سلام و صبحتان بخیر، به برنامه خوش آمدید. تشکر، سلامت باشین. صبح شما بخیر باشه. تشکر. استاد، پس از نتیجه دور هشتم آغاز میکنیم که چرا تا کنون نتیجه دور هشتم گفتگوهای طالبان بین آمریکا معلوم نیست و هنوز هم معلوم نیست که نتیجه چی شده و یا چی هست؟ به نام خدا، عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما، کارمندان خوب تلویزیون آریانا نیوز و همچنین بینندگان خوبتان. در آستانه صدومین سالگرد استرداد استقلال کشور قرار داریم. جا دارد که این ایام خوشیسه را برای ملت بزرگ افغانستان تبریک بگویم. امیدوار هستم که ما در آستانه صدومین سالگرد استقلال کشور شاهد یک صلح و ثبات و آرامش در افغانستان و در کشور عزیزمان بوده باشیم. در ارتباط به سوال شما باید عرض بکنم، بله، هشتمین دور مذاکرات بین نماینده ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان خاتمه پیدا کرد و هر دو طرف راضی بودند. همونطوری که سخنگویان هر دو طرف و جناب خلیلزاد هم صحبت داشتند، از نتایج مذاکرات دور هشتمشان راضی بودند و اعلام رضایت بخشی کردند و قرار بود که در روزهای نزدیک شاهد امضای توافقنامه بین این دو تا باشیم. متاسفانه تا هنوزم مشخص نیست که چه دلایلی وجود داشتن که تا هنوزم این جلسه یا نشسته که در ارتباط با امضای توافقنامه باید صورت می‌گرفت یکی از کشورهای اروپایی به تأخیر افتاده. دلیل از تأخیرشان را هم ما میتونیم بحثی که چون یک موضوع بسیار بزرگ و مهمی هست و ممکن است که امضای از اگر زیاد دقت رویشان صورت نگیرد، اما روحیه مبارزه ایالات متحده آمریکا در قبال تروریسم را زیر سوال ببره در نزد جامعه جهانی و شرکای بین المللیشان. در ارتباط شما شاهد هستین که دیروز رسانه ها هم گفتن که رئیس جمهور ترامپ با وزرای امنیتیشان در ارتباط نشست دارن که احتمالاً این ساعت باشه که ایشان با وزرای امنیتیشان در قبال توافقنامه با گروه طالبان و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نشست داره که این برایند نشست تا هنوز رسانه‌ای نشده و ما یکی از دلایل عقب افتادن و به تأخیر افتادن امضای پیمان را هم بمی می‌بینیم که حالا اینه که رئیس جمهور ترامپ چه تصمیمی را در قبال می‌گیره یا پیشنویسی توافقنامه ای که با سران حکومت وحدت ملی شریک ساخته شده بود توسط آقای خلیلزاد، ای که سران حکومت وحدت ملی در قبال چه عکس العمل داشته هنوزم مشخص نیست. منتها اون چیزی که خیلی واضح هست این است که ملت و مردم افغانستان و جامعه جهانی سخت منتظر این هست که خب درون مایه این توافقنامه آمریکا با طالبان چی هست و قطعا که هر آن چیزی که درون او باشد تاثیر مستقیم روی وضعیت افغانستان داره، روی وضعیت صلح و روی وضعیت انتخابات که ما در این روزها شاهد این دو پروسه خیلی بزرگ و مهم هستیم که هر کدامایشان بنابه خود برای مردم افغانستان مهم هست. بله استاد، گفته میشه که بعد از امضای توافقنامه آمریکا با طالبان یک توافقنامه دیگر با حکومت افغانستان قرار است امضا شود. حالا
در چنین وضعیت یا در چنین مقطع زمانی حکومت افغانستان چی باید از بکنه؟ باید از مثل پیمان امنیتی که با آمریکا امضا شد به کار آمدن حکومت وحدت ملی این توافقنامه را باید امضا کنیم و یا اول باید از متن توافقنامه مرور شود با مردم افغانستان شریک ساخته شود بعد از این توافقنامه امضا شود چقدر این توافقنامه میتونه به منافع ملی باشه؟ البته اگر در توافقنامه ها بحث مصالح و منافع ملی در نظر گرفته شده باشد و شود که قطعا که او به نفع افغانستان و به نفع آینده و ثبات افغانستان خواهد بود، اما موضوع یک مقدار گنگ پیش میره که ایالات متحده آمریکا با جانب طالبان در 8 دور گفتگوهایی که داشتن، همطوری که شما همشونید از طریق مدیاها بارها، ارگ ریاست جمهوری هم خب ابراز نگرانی کردن، حالا مستقیم اگر موضع نگرفتن، اما بسیاری وقتا بودن که مشاهد ای بودیم که وقتی مذاکرات شروع میشدن یا ختم میشدن ارگ ریاست جمهوری میگفت ما به جریان قرار نگرفتیم، اما بعض وقتا بودن که آقای ظلمی خلیلزاد بعد از مذاکراتشان یا قبل از مذاکراتشان می آمدن با رئیس جمهور و رئیس اجرایه و با رهبری اداری یا حکومت وحدت ملی نشست هایی را داشتن، توضیحات را در ارتباط به نتیجه مذاکراتشان یا آجندای مذاکراتشان بر اینا مطرح میکردن. اما اون چیزی که در رسانه ها درس کرده و اون چیزی که به عنوان پیشنویس توافقنامه بین طالبان و نماینده ایالات متحده آمریکا در رسانه ها درس کرده که او عبارت از لغو یا تعویق انتخابات و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و بحث حکومت موقت هست، من به این باور هستم که برای حکومت افغانستان مخصوصا بر ریاست جمهوری افغانستان شاید خیلی خوشایند هم نباشه و شاید قابل قبول هم نباشه و این که امضای توافقنامه در تأخیر افتاده یک بخششان هم شاید این موضوعات باشه که قطعا ریاست جمهوری همونطور که در بیانات روز عید قربان هم جناب آقای اشرف غنی گفتن که این حکومت روزهای آخرشان رو میکشه، نفسهای آخرشان میکشه، لذا هیچ گونه صلاحیتی برای امضای کدام توافقنامه نداره. به صراحت ایشان اعلان کردند که ما اگر بخوایم که به یک صلح عزتمند و آبرومند دست پیدا بکنیم یا یک توافقنامه نسبتاً مشروعی را با طرف های بین المللی داشته باشیم باید ما چی داشته باشیم؟ اگر بیاییم فرض کنیم که گفتگوهای بله گفتگوهای رو در رو با طالبان آغاز شد و انتخابات طبعا میره به تعویق تا گفتگوهای میان افغانی نتیجه بده و طالبان هم بیاین در انتخابات شرکت کنن، پس این توافقنامه‌ای که امضا میشه بین حکومت و آمریکا، این توافقنامه را کی باید از امضا کنه که دوران حکومت وحدت ملی هم به پایان رسید البته و روزهای آخرش هم به پایان میرسن، پس این توافقنامه را کی باید امضا کنه؟ گپ همینجا هست، از گپای جناب آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فهمیده میشد که ایشان صلاحیت امضای توافقنامه را نداره، همونطوری که ایشان گفتن که این حکومت روزهای آخرشان میکشه و صلاحیت مذاکره را با طالبان نداره، ما باید یک فرصتی داشته باشیم انتخابات را برگزار کنیم و برایند انتخابات هر حکومتی که بود او بالاخره نمایندگی از مردم افغانستان میکنه و او صلاحیت مذاکره و صلح و امضای توافقنامه را داره. از حرفای جناب رئیس جمهور هیچی استنباط میشه، اما اون چیزی که مهم هست بحث عملی نمودن توافقنامه ها هستند. ما بارها با ایالات متحده آمریکا، با پاکستان، با بعضی کشورهایی که در افغانستان تاثیرگذار هستند، پیمان نامه های، توافق نامه های، تفاهم نامه هایی را به امضا رساندیم، اما متاسفانه که جامعه عمل نپوشتن یا بسیار به صورت حداقلیشان، شما میبینین شاهد امضای پیمان استراتژیک بین افغانستان و آمریکا بودن که در اوایل حکومت وحدت ملی توسط رئیس جمهور و مشاور شورای امنیت که آقای عطمر بودن به امضا رسیدن و در او بسیاری از موضوعات گنجانده شده بود که متاسفانه بسیار بخش کوچکشان را ایالات متحده آمریکا به ایشان وفا کردن و عملی ساختن و اکثر ایشان متاسفانه که مورد اجرا
قرار نگرفتن و حالا من به این باور هستم که بحث توافقنامه فعلی هم که هست خب روی خواسته های گروه طالبان زیادتر شاید اونجا زوم شده باشند، بحث خروج نیروهای خارجی از افغانستان، بحث به تعویق افتادن انتخابات، این مباحثی هستند که در او توافقنامه خواد که گنجانده شد. حالا ای که حکومت افغانستان یا جناب رئیس جمهور یعنی صلاحیت امضای همچون توافقنامه را یا جرأت امضای همچون توافقنامه را دارن ندارن این هنوز مشخص نیست و این که این موضوعات به تأخیر میفته هم نتیجه شی است که رئیس جمهور شاید که بیشتر بخواهد روی موضوع دقت بکنه، بیشتر بخواهد به این موضوع با کارشناسا و مشاورینشان صحبت بکنه که آیا به مصلحت هست که ما به خاطر مصالح ایالات متحده آمریکا که امروز ایجاب میکنه که طالبان را بکشانه به طرف حکومت افغانستان، آیا ایجاب میکنه که ما بسیاری از دستاوردهای دیگه ممکن است که اینجا آسیب ببینن. شما میبینین که گروه طالبان از خواسته هایشان عقب نشینی نکردن، یعنی اونا امو ایدئولوژی که دارن یا امو باوری که دارن هنوز با امو باورشان اونا پافشاری میکنن. بحث حقوق بشر، بحث حقوق زنان، بحث حقوق اقلیت ها و اینا مباحثی هستن، بحث انتخابات، بحث جمهوریت، اینا مباحثی هست که برای مردم افغانستان که سالهای سال به خاطر تحقق او مبارزه کرده بسیار مهم است. اما این موضوعاتی که برای ملت افغانستان و برای مردم افغانستان بسیار مهم است، برای طالبان چندان اهمیتی ندارن. لذا به این خاطر است که ما در یک جای قرار میگیریم که تضاد شدیدی وجود داره بین ملت و بین خواسته های یک گروه کوچکی که او هم بالاخره هنوز هم همون میشه به او گروه تروریستی ایجاب کرد. اما ای که ایالات متحده آمریکا چطور به این راحتی میآیند با یک گروهی که سابقه خوبی ندارن، با یک گروهی که حزو به عنوان یک گروه تروریستی یاد آوری میشه، میای به او بها قائل میشه، ارزش قائل میشه، اعتبار بین المللی بر او میته، اعتبار حقوقی بر او میته، ای در مصلحت و مصالح افغانستان که نیست، هیچ به مصلحت جامعه جهانی هم نیست. حالا ممکن است که چارسبای مصلحت یا منافعی زودگذر ایالات متحده آمریکا در اون هفته باشه، اما بدون شک در دراز مدت به ضرر ایالات متحده آمریکا هم خواهد تمام شد. همونطور که شما در دو سه روز شاهد موضع‌گیری های سناتورای آمریکایی هم هستند، یکی از سناتورای جمهوری خواه شدیداً در ارتباط چی داشتن؟ موضعی داشتن و از آقای ترامپ خواستن که دقت بیشتری به انجام بده و یک گروه تروریستی را نباید به راحتی ازشان بگذره و یک سناتور بازنشسته جمهوری خواه هم گپشان همی بود. یعنی تنهایی نیست که جامعه افغانستان و مردم افغانستان نگران این توافقنامه باشه، بلکه جامعه جهانی و بعضی از کسایی که حداقل برای دستاوردهای 18 سال افغانستان دل می سوزانه برای نام قابل نگرانی هستن. آقای سیدی، یکی از معاونین حزب جنبش گفته که جنبش ملی گفته که باید از خلیلزاد بعد از این و یا حال گام های عملی برداره و طالبان وادار بسازه که بیان به مذاکرات میان افغانی تن بتن. یعنی تا کنون واقعا گام های عملی برداشته نشده در این راستا؟ من به این باور هستم که گام های عملی برداشته شده. شما امیه که پس چرا نتیجه نداره در باید؟ خب نتیجه ای است که گام های عملی برداشته شده به سوی مذاکرات رفته شده. شما شاهدی بودین که طالبان چندین بار نشست های با رهبرای جهادی و طرف افغانی داشتن در کشورهای روسیه و جاهای دیگر، اما گپ هم حاضر نیستن با حکومت افغانستان. اما گپ اینجا هست که ما شاهد یک همسویی بین طرف افغانی نیستیم، یک همسویی بین احزاب، رهبرای جهادی و حکومت افغانستان وجود نداره. اگر رهبرای جهادی و احزاب خواستن با طالبان مذاکره بکنه، دولت آمدن مخالفت کردن. اگر دولت خواستن با اونا بالاخره یک ترکیبی را، یک لیست را، یک نماینده هایی را معرفی بکنه که با اونا بشینن مذاکره بکنن، احزاب و رهبرای جهادی چون به خاطر که افراد و اشخاصشان اونجا حضور نداشتن اونا مخالفت بکنن، این عدم
اتحاد و هماهنگی طرف افغانی متاسفانه بخشی از عواملی بودند که این نشست ها چی برایند مثبت و عملی نداشته باشه. بله، گفته میشه که این دوره گفتگوهای میان افغانی که تا کنون زمانش هم مشخص نیست و مکانش هم مشخص نیست خیلی میتونه حساس و مهم باشه بر حکومت افغانستان و به طرف طالبان. حالا اگر این گفتگوها درست مدیریت نشه عواقبش چی خواهد بود؟ من به این باور هستم که اگر این گفتگوها مدیریت نشه و نه تنها که عواقب بسیار خطرناک میتونه برای مردم افغانستان برای صلح و ثبات آینده افغانستان داشته باشه، بلکه برای جهان هم عواقب ناخوشایند خواهد داشت. لذا همی هست که خو هم طرف افغانی روی موضوع باید دقت بکنه که متاسفانه دقت آنچنانی ندارد. ما امروز میبینیم که سیاستمدارای ما اکثرا درگیر موضوعات حاشیه‌ای هستند، درگیر موضوعات انتخابات و بحث تبلیغات و کمپاین و این موضوعات هستند، یا درگیر موضوعات مخالفت با انتخابات و اینها هستند. موضوع اصلی که او رفت میگیره برای آینده افغانستان که او بحث صلح با طالبان هست و بحث توافقنامه بین ایالات متحده آمریکا و بین طالبان و بین ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان هست، دقت لازمی که باید در او ارتباط صورت بگیره متاسفانه این دقت صورت نگرفته و اگر کوتاهی در ارتباط صورت بگیره و یک گروه تابدندان مسلحی که او به هیچ ارزش و به هیچ اصول اصلی از اصول انسانی و بشری و قانونی افغانستان نو وفادار نیست، قانونی اساسی افغانستان را باور نداره، اگر اونا با همو صلاح دستاشته ایشان وارد این نظام وارد این کشور شوه، قطعا که آینده را ما بسیار خوب پیش بینی کرده نمیتونیم و خدای نخواسته ممکن هست اگر وضعیت مدیریت نشه ما بر بگردیم به جنگ های داخلی و دهه 70. بله آقای سیدی، طولانی شدن روند گفتگوی آمریکا با طالبان و همچنان تأخیر در گفتگوهای بین الافغانی چقدر بیشتر به یک نحو امتیاز به طالبان میده و همچنان بیشتر در میدانهای نبرد طالبان از این بهره برداری میکنند؟ قطعا ما از ابتدای آغاز شروع مذاکرات تا اکنون میبینیم که هر امتیازی که گرفتن طالبان گرفتن از پروسه. متاسفانه بیشتر هم عرض کردم که عدم همسویی نخبگان سیاسی افغانستان و حکومت افغانستان باعث شده که میدان برای تاخت و تاز طالبان آماده شد و اونا بیشتر هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه نظامی به دنبال کسب امتیاز باشه که متاسفانه امروز اونا با مو امتیازات خود دارن میرسه. امروز عملا یک گروهک تروریستی که عملا در خاک افغانستان مردم را به قتل و کشتار میرسانه امروز طرف یک قدرت بزرگ جهانی قرار داره و با او توافقنامه امضا میکنه و این شکست جامعه جهانی را نشان میده، شکست ایالات متحده آمریکا را نشان میده، شکست حکومت افغانستان را نشان میده که اینا متاسفانه در میدان نظامی، در میدان دفاعی و در میدان سیاسی و در میدان بین المللی اینا نتونستن که خوب بدرخشن، نتونستن که خوب فعال باشن، به او خاطر هستن که ایالات متحده آمریکا به اثر یک سری ناگزیری هایی که دارن یا منافع ملیشان ایجاب میکنه به هر دلیلی امروز آمدن بزرگترین امتیاز را با طالبان دادن، حتی حاضر هستن که دستاوردهای 18 سال گذشته ای که خودشان هم نقش داره، یعنی قطعا در 18 سال اگر ما دستاورد داریم بدون شک ایالات متحده آمریکا هم نقش برجسته ای دو داشته باشه. اگر بحث قانونی، اگر بحث قانونی اساسی هست، اگر بحث حقوق زن هست، اگر بحث حقوق اقلیت ها هست، اگر نظام دموکراسی و انتخابات و این مباحث هست، اگر روند ملت سازی و دولت سازی اینا هست، در همه اینا ایالات متحده آمریکا به نحو مستقیم یا غیر مستقیم اینا نقش بازی کردن و حضور داشتن. اما ای که امروز میای همه این دستاوردهایشان را، همه این هزینه هایی که در طول 18 سال برای افغانستان کردن و صدها نیروی نظامیشان اینجا کشته شدن و میلیاردها دلارشان در اینجا مصرف رسیدن، امروز چطور به راحتی میایند از این منافعشان، از این دستاوردها
چشم پوشی میکنن. شما ببینین اگر بحث تاخیر انتخابات یا به وجود آمدن حکومت موقت اگر واقعا صحت داشته باشه که در متن توافقنامه گنجانده شده باشه، قطعا که این شکست دموکراسی را، شکست یک حکومت مردم سالار را و شکست ایالات متحده آمریکا و شکست و نابودی 18 سال دستاورد افغانستان را نشان می‌ده. ما این همه جنگ کردیم، جهاد کردیم، مبارزه کردیم در طول 40 سال 50 سال که صاحب یک حکومت مردمی شویم، صاحبی شویم که مردم صاحب رأی باشه، صاحب اراده باشه و رئیس جمهور و حکام بر به اساس اراده مردم انتخاب شوه. اما یک بارگی اگر بیاییم بالاخره بر بگردیم به 20 سال پیش، 30 سال پیش، به حکومت موقتی، به سلطنتی، به امارتی، این برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. و امیدوار هستم که ایالات متحده آمریکا هم در قسمت خوب توجه داشته باشه، به خاطر یک سری منافعی که حالا ممکن است منافع مقطعی باشن، از این منافع بزرگ جهانی نگذرن و یک کشوری که حداقل یک دموکراسی نوپایی در او در حال ظهور هستن یا در حال تحقق هستن او را حمایت بکنن. این نکات را باید از آمریکا مد نظر بگیره یا رهبران و سیاسین و حکومت افغانستان بیشتر منافعشان مد نظر بگیرن و کارهایی کنن که یا گامهایی بردارن که در او منافع ملی در نظر گرفته شده باشه. اجماع ملی فعلا دیده نمیشه در داخل حکومت افغانستان برای آمدن یک سال و یا مدیریت گفتگوهای سال. حالا اگر کشمکش هایی که فعلا بین سیاسیون، رهبران حکومت، احزاب وجود داره، این حل نشه، ما چقدر میتونیم که واقعا بتونیم از این منجلابه که فعلا ما در او قرار داریم خود بیرون کنیم؟ قطعا افغانستان به عنوان 40 سال حداقل جنگ و نابسامانی را پشت سر گذرانده و ما همونطور که دموکراسی در افغانستان نوپا هستن، حکومت هم در افغانستان نوپا هستن، حکومتی که بالاخره یک سری از ویژگی های مدرنیته را با خود داشته باشد در افغانستان نوپا هستن، یعنی هنوز هم به صورت درست و اساسیشان در افغانستان نهادینه نشدن. افغانستان با اونان یک جغرافیایی که محل توجه کشورهای منطقه و کشورهای جامعه جهانی هستن، خود جغرافیای سقل جیشی و استراتژیک که افغانستان داره، مداخلات کشورهای منطقه داره، مداخلات کشورهای بیرونی داره و تضاد منافعی که بین کشورها در افغانستان وجود داره. قطعا اینجا در موضوعات افغانستان تا زمانی که اجماع ملی به وجود نیاید، تا زمانی که بین نخبگان سیاسی یک اجماع به وجود نیاید، تا زمانی که یک اجماع منطقوی و بین المللی در ارتباط با افغانستان ما نداشته باشیم، ما به تنهایی نه اجماع داخلی کارساز است و نه اجماع بیرونی. در صورت کارسازی میتواند داشته باشه که هم اجماع بیرونی وجود داشته باشه در ارتباط به قضایای افغانستان و حل قضایای افغانستان و هم اجماع بین داخلی. ما فعلا هم که در ارتباط با صلح با طالبا خوشبین زیاد نیستیم، به این دلیل است که هنوز هم اجماع، نه اجماع ملی وجود داره، نه اجماع منطقه‌ای وجود داره، نه اجماع بین المللی وجود داره. ممکنه یک تعداد کشورها برای کشانیدن طالبان به دولت افغانستان خراضی باشن، اما یک سری کشورهای دیگه قطعا که ناراضی هستن و ممکن است منافعشان در خطر باشه، قطعا که اونا دوباره دست به اقدام میزنه. یک گروه دیگه شبیه گروه تروریستی طالبان تحت یک عنوان دیگه، تحت یک نام دیگه را به وجود میاره، داخل افغانستان میکنن. ما تا زمانی که بین نخبگان سیاسی ما اجماع به وجود نیاید، کشور افغانستان همی آسیب پذیری که داره، همی آسیب پذیری خواهد داشت و شاهد یک ثبات دائمی و صلح پایدار نخواهد بود. یعنی استاد ما چگونه میتونیم که در صلح افغانستان هم کشورهای منطقه را قناعت به این بتیم که منافع اونا مد نظر گرفته خواهد شد و همچنان منافع خود در او تامین کنیم؟ ما این برمیگرده به سیاست خارجی حکومت. متاسفانه در این اواخر ما شاهد انفعال سیاست خارجی حکومت افغانستان هستیم. ما در سالهای اول شاهد فعالیت خوب دستگاه خارجی بودیم، همین که پاکستان با عنوان یک حامی گروه طالبان و گروه های تروریستی در افغانستان پنداشته می شد و همه نابسامانی هایی که در افغانستان به وجود می آمدن
قطعا پشت سر ازو پاکستان دخیل بودن، اما مشکل داره. اما دولت وحدت ملی در روزهای اولشان با سیاست پویا خارجی که داشتن تانستن یک مقدار پاکستان را منزوی بکنه در سطح جامعه جهانی. اما در این اواخر با توجه به اشکالات و مخالفت ها و که در درون حکومت وحدت ملی به وجود آمد، متاسفانه ما شاهد انفعال سیاست خارجی خود هستیم و این برمیگشت به سیاست خارجی حکومت افغانستان که کشورهای منطقه و کشورهای جهانی را قناعت میداد که هیچ تهدیدی از آدرس افغانستان و از خاک افغانستان متوجه اونا نیستند. در اون صورت ممکن بود که کشورهای منطقه هم احساس خطر نمی کردن و زیاد و موضع منفی در قبال افغانستان نمی گرفتن. اما امروزی که ما شاهد یک سیاست خارجی ساکت و غیر فعال هستیم، کشورهای منطقه هم قطعا که بالاخره اینجا ملاحظات خود را دارن و منافع خود را دارن. کشورهای منطقه از چی در حراسند از آمدن صلح در افغانستان؟ ممکن است که خب آمدن صلح، شما میبینین که رقابت جدی که بین ایالات متحده آمریکا و روسیه هست، رقابت جدی که بین ایالات متحده آمریکا، روسیه، ایران و اینا هست، قطعا تاثیر خود داره و ممکن است که ایران و روسیه به این باور باشه که وقتی طالبان را امریکا کشان به طرف دولت افغانستان، ممکنه که از اینا بر علیه منافع ما استفاده بکنه. نه. اونطور که ایالات متحده امریکا در خاورمیانه، در سوریه، در برابر ایران و روسیه شکست خورد، که واقعا شکست خورد، بعد از چند سال جنگ و مبارزه شکست خورد و اینا به این باور هستند که ایالات متحده امریکا به دنبال جبران همچون موضوع هست و بهترین جغرافیا هم برای اونا خب افغانستان پنداشته میشه، هم به همسایگی ایران قرار داره و هم به همسایگی کشورهای آسیای میانه. به این خاطر وقتی که آمریکا افغانستان را به صورت کل در اختیار خود داشته باشه و یک گروه تندروی به نام طالبان را که در اختیار خود داشته باشه، ممکن است که هر آنی منافع ایران را، منافع روسیه را خب اینجا مورد تهدید قرار بده. لذا به این خاطر اونا قطعا که احساس نگرانی خود را داره و به او خاطر شاید که بخواهد که بالاخره بر علیه مثلا صلح و کشاندن طالبان به این سمت چالش ایجاد کنه. بله، تشکر. با تشکر بسیار زیاد از استاد علی سعیدی که در بحث این ساعت میمان ما بودن. وقفه کوتاه داریم، بعد از وقفه کوتاه برنامه آغاز روز ادامه دارد. به ادامه برنامه آغاز روز خوش آمده. در این بخش برنامه آغاز روز مرور داریم بر مهمترین روزنامه های چاپ امروز کابل. در نخست مهمترین عناوین از روزنامه آرمان ملی. منابع امنیتی گفتند که وزیر دفاع طالبان در یک حمله هوایی کشته شد. منابع امنیتی ادعا دارند که صدر ابراهیم، وزیر دفاع خودخوانده گروه طالبان و رئیس کمیته نظامی این گروه در یک حمله هوایی نیروهای خارجی در جنوب کشور کشته شده است. منابع امنیتی اعلام کردند که وزیر دفاع و رئیس کمیته نظامی طالبان در ولایت کندهار کشته شده است، ولی این منابع زمان دقیق حمله بر او را مشخص نکردند. با گفته این منابع، وزیر دفاع خودخوانده گروه طالبان در دشت بوم منطقه در میان ولسوالی های شاولیکوت و خاکریز کندهار در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای ماموریت حمایت قاطع کشته شده است. پایان دور هشتم مذاکرات خلیلزاد با طالبان. ترامپ در حال بررسی نتایج گفتگوهای خلیلزاد با طالبان، کابل نگران از انجام یک معامله. در حالی که برخی رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های بلندپایه این کشور گزارش کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با شمار از مقام‌های نظامی، سیاسی و مشاوران ارشد امنیتیش در حال بررسی صلح آمریکا با گروه طالبان است.
حکومت افغانستان، اما بار دیگر تاکید کرده است که هر نوع گفتگو و مذاکره در مورد صلح بدون حضور حکومت و مردم افغانستان منجر به پایان جنگ نخواهد شد. محمد اشرف غنی در صحبتی که در میان نیروهای امنیتی به مناسبت عید قربان داشت گفت بر سر آینده نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هیچ معامله صورت نخواهد گرفت. آن توافقنامه‌ای که در آن هویت و اقتدار افغانستان مسئول نباشد قابل قبول نخواهد بود. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نزدیک به 10 ماه با گروه طالبان گفتگو کرد و هشتمین دور گفتگوهای آقای خلیلزاد هفته گذشته با نمایندگان این گروه در دوحه پایان یافت. هرچند تاکنون جزئیات کلی از 8 دور گفتگوهای آقای خلیلزاد با نمایندگان گروه طالبان ارائه نشده است که این موضوع واکنش‌های جدی شهروندان و حکومت افغانستان را برانگیخته است. حکومت هرچند از جریان مذاکرات آمریکا با گروه طالبان به ظاهر ابراز خوشبینی می‌کند، اما آنگونه که از طرز بیان و اظهارات رئیس جمهور غنی برمی‌آید او از پیشرفت این روند ناراض است و آگاهان به این باورند که آقای غنی پیشرفت های صلح را خطر می داند که او از اریکه قدرت به دور انداخته شود. سازمان ملل متحد گفته که در 7 ماه گذشته 217 هزار تن در افغانستان مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در نتیجه جنگ افغانستان صدها هزار تن در طی سال جاری میلادی که بیشترشان زنان و کودکان هستند مجبور به ترک خانه ها و منطقه ایشان شدند و در حال حاضر نیاز جدی به کمک های غذایی، دارویی و بودوباش دارند. با گزارش اداره اماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، بیش از 217 هزار تن در 7 ماه نخست سال 2019 به خاطر درگیری ها مجبور به فرار از خانه هایشان شدند. با گزارش این اداره 58% از همه این افراد بیجا شده کودکان زیر 18 سال هستند. افزون بر جنگ، رویدادها و حوادث طبیعی نیز بخش از معضل بیجا شدگان داخلی در افغانستان است که از این میان میتوان از خشکسالی تاریخی نام برد که در سال گذشته حدود 245 هزار تن را مجبور به فرار کرد و حدود 100 هزار تن از آنها هنوز هم باز نگشتند. واکنش ها به منع شدن از سفر 2 نماینده مسلمان آمریکا به اسرائیل. تصمیم دولت اسرائیل به منع کردن 2 عضو مسلمان مجلس نمایندگان آمریکا از سفر به این کشور و از سرزمین های فلسطینی واکنش های موافق و مخالف زیاد در پی داشته است. قرار بود الهان عمر نماینده سومالیایی الاصل از ایالت مینسوتا و رشیده طلیب نماینده ایالت میشیگان با تبار فلسطینی دیدار از اسرائیل و سرزمین های فلسطینی را از روز دوشنبه 26 اسد آغاز کند. خبرگزاری های بین المللی گزارش کردند که الهان عمر در بیانیه اقدام اسرائیل را توهین به ارزش های دموکراتیک و معادل تصمیم دونالد ترامپ در ممنوعیت سفر شهروندان از کشورهای با اکثریت مسلمان به خاک آمریکا نامید. خلیل‌الله فیروزی زندان برای پول، آزادی برای پول. بر بنیاد گزارش ها به نقل از منابع نزدیک به حکومت، خلیل‌الله فیروزی از سهامداران اصلی و متهم در پرونده کابل بانک از زندان به خانه‌اش منتقل شده است. یک منبع گفته است که محمد اشرف غنی با انتقال خلیل‌الله فیروزی از زندان پلچرخی کابل به خانه‌اش به خاطر وخامت وضعیت صحی موافقت کرده است. در تابستان سال گذشته شیرخان فرنود، یکی دیگر از مؤسسان کابل بانک، در همین زندان دچار حمله قلبی شد و بعد از انتقال به مرکز درمانی زندان بگرام حدود نیم ساعت بعد جان داد. گفته می شود اشرف غنی پس از ارزیابی تعهدات مالی و وضعیت صحی آقای فیروزی، انتقال او را از زندان به خانه اش در کابل تحت شرایط خاص منظور کرده است.
در بخش از یک سند رسمی آمده است وضعیت صحی خلیل الله فیروزی وخیم گردیده. بناً اگر در حالت حبس وفات نماید ممکن انتقادات و حقوق بشری نیز علیه حکومت وارد شود. در سند دیده می شود که بغنی پیشنهاد شده کمیسیون پیگیری کابل بانک در جریان یک هفته با خلیل الله فیروزی سند همکاری و اجرای تعهداتش را در زمان تعیین شده امضا کند. تفاوت میان امارات و جمهوریت اسلامی در چیست؟ یکی از موارد قطعنامه نشست دوحه که در نشست‌های آینده میان شهروندان افغانستان باید روی آن مذاکره صورت گیرد، نوعیت نظام سیاسی آینده افغانستان است. بر اساس مواد اول و دوم قانون اساسی افغانستان، نو نظام کنونی جمهوری اسلامی می باشد که بر اساس ماده 149 قانون اساسی از جمله احکام تعدیل ناپذیر به شمار می رود. نظام جمهوری اسلامی امروز در تعداد زیاد از کشورهای اسلامی از جمله پاکستان، ایران، اندونزیا و غیره حاکم است. برعکس، نو نظام سیاسی مورد پذیرش گروه طالبان امارات اسلامی است که در زمان حاکمیتشان بر افغانستان در 1996 تا 2001 تحت این عنوان حکومت می کردند. این که در نشست دوحه نو نظام سیاسی آینده افغانستان را در آجنده مذاکرات آینده گنجانیدن یک رفتار فراق قانون اساسی به شمار می رود. زیرا جمهوری اسلامی از موارد نیست که روی آن بحث صورت گیرد. شاید روی کرد حقوقی در همه جا کارساز نباشد. گاه ناگزیری‌های سیاسی سبب شود که دو طرف مذاکره روی موضوعات بحث کنند که نباید کنند یا از خطوط سرخانها به شمار می رود. مهمترین عناوین از روزنامه آرمان ملی بود که به خوانش گرفتیم و به جزئیات بیشترش پرداختیم. حال هم مهمترین عناوین از روزنامه اطلاعات روز. مشاجره نخست وزیر و وزیر کشور ایتالیا بر سر کشتی حامل پناهجویان. رهایی مشکوک یک زندانی. خلیل الله فیروزی یکی از دو سهامدار عمده و بنیانگذار کابل بانک به حکم دادگاه عالی کشور در سال 1393 به 10 سال حبس و پرداخت 300 میلیون دلار محکوم شده بود به تازگی و به فرمان رئیس جمهور غنی از زندان به خانه اش منتقل شده است. موضوعی که به جزئیات بیشتر در روزنامه آرمان ملی پرداختیم. آیا افغان ها آماده ی سازش با طالبان هستند؟ خبرنگار رادیو عمومی ملی یا NPR در مورد تلاش‌ها برای دستیابی به توافق صلح با طالبان مصاحبه کرده است. آقای تایر با عنوان مشاور حقوقی کمیسیون اصلاح قانون اساسی و قضای افغانستان خدمت کرده است. تغییر سیاست پناهندگی ترکیه. در اپریل سال 2011 میلادی اولین گروه 260 نفره پناهجویان سوری وارد هاتای جنوبی ترین ولایت ترکیه شدند که آغاز ورود پناهجویان سوری به ترکیه بود. ترکیه اولین گروه پناهجویان سوری را در چادرهای موقت در یک ساختمان متروک قدیمی جابجا کردند، ولی تا چشم باز کردند که تعداد پناهجویان از مرز 1 میلیون گذشته بود و دیگر جمعیت به اندازه‌ای شده بود که ممکن نبود آنها را در کمپ‌های موقت پناهندگی جابجا کنند. به دلیل اینکه دولت ترکیه از نیروهای مخالف حکومت بشار الاسد حمایت می‌کرد، به بی‌جا شدگان و پناهجویانی که از سوریه به ترکیه می‌رفتند پناه داده می‌شدند. در ماه اکتبر سال 2011 میلادی دولت ترکیه به صورت علنی سیاست درهای باز را برای پناهجویان سوری اعلام کرد. حکمتیار گفته که با آمدن صلح احتمال دارد برگزاری انتخابات به تأخیر بیفتد. مذاکرات صلح و آینده کودکان ما. در اوج تنش هند و پاکستان بر سر مسئله کشمیر، افغانستان خواستار گسترش روابط با دهلی نو شد. عبدالله رئیس اجرایی کشور از کمک‌ها و نقش سازنده هند در افغانستان قدردانی کرده و خواهان ادامه و گسترش روابط
میان دو کشور شده است. آقای عبدالله این احضارات را شام روز قبل، البته پنجشنبه 24 مسد، در مراسم تجلیل از 73 سال روز استقلال هند در سفارت این کشور در کابل مطرح کرده است. او همچنان سال روز استقلال هند را به حکومت و مردمان کشور تبریک گفته و همچنان افزوده است که هند از دوستان و متحدان تاریخی و استراتژیک افغانستان است. رئیس جمهور اشرف غنی نیز روز پنجشنبه ضمن تبریک گفتن 73 روز سال روز استقلال هند به حکومت و مردمان کشور گفته بود که افغانستان به عنوان یک دوست نزدیک هند علاقمند است که روابط و مشارکت خود را با هند تقویت کند. ارگ ریاست جمهوری کشور در اعلامیه گفته بود که هند در لحظات دشوار و مصیبت دوست بزرگ و نزدیک افغانستان بوده و با کمک گسترده بر حفظ ثبات و امنیت در منطقه و جهان کمک کرده است. و مرور بر مهمترین روزنامه های چاپ امروز کابلم از روزنامه آغاز روز در همین جا به پایان میرسه. بعد از وقفه کوتاه بیننده خبرهای ساعت 9 دری از استودیوی مرکزی ما باشید. بعد از خبرهای ساعت 9 دری برنامه آغاز روز ادامه دارد. درود و وقتتان بخیر. به ادامه برنامه آغاز روز با من مرسل منصوری خوش آمدید. در این بخش برنامه آقای رمضان بشردوست عضو مجلس نمایندگان در استودیو با ما هستند تا در مورد ادامه سرپرستی در کمیسیون های ولایتی شماری از ولایت های نهادهای انتخاباتی بحث و گفتگو داشته باشیم. چنانچه گفته میشه شماری از سمت های مرکزی و ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات با سرپرستان اداره می شود. آقای بشردوست خیلی خوش آمدید با بحث امروز برنامه آغاز. تشکر از دعوت شما. بله، در خصوص از شما می خوام بپرسم که واقعا آگاهی و معلومات شما چرا نشوید؟ آیا چنین است شماری از کمیسیون های انتخاباتی ولایتی بنوز هم با سرپرست های داره میشه به شمول کابل؟ به نام حق و به یاد شهدا سلام گرم به تمام بینندگان و شنوندگان شما. اگر راستش ما ببینیم و بگوییم کلی دولت توسط سرپرست های داره میشود. متاسفانه از کابینه عین و غین اگر ما ببینیم اکثر وزرا وجود ندارن، سرپرست وزیر هستن. در ادارات دولتی، در ولایات، در ولسوالی ها تعدادی که قماندانی کار میکنن، تعدادی که ولسوال هستن، تعدادی که والی هستن و یا در وزارت خانه ها وقتی ما میریم میبینیم معینان و رؤسا، متاسفانه اکثریتشان سرپرست هستن و این یک نوع حالت نشان میدهد که هیچ کس در قصه قانون، در قصه مقررات، در قصه اینکه یک نفر باید بر اساس قانون مسئولیتش را باید بگیرد و یک کار را ادامه بدهد نیستند. انتخابات یک مسئله خاصی دیگر، یک مسئله دیگر اضافه میکند که تقریبا مثل که به زور اینا را به سوی انتخابات چکنی هیچ کدامش علاقه ندارد. کاندید علاقه ندارد، از عین و غیم گرفته تا اجدهومش، تعدادش که هیچ کمپاین ندارن، تعدادش که هیچ باور به انتخابات ندارن، اما کاندید هستن. بله. با امتیازاتی که حکومت داده، از پول بیت المال لان کروزر در اختیارشان داده، بادیگاردا در اختیارشان داده. وحشتناک است که ما کسانی را امروز لان کروزر در اختیارش دادیم از پول بیت المال مردمی که دو سال تقاعدش داده نشده. تعدادی افراد گریه میکنه و من میگوید بشردوست 17000 تقاعد سالانه من است. کرزای 3-0 برداشت، او 1000 افغانی بود شد 1 افغانی و حساب بانکی کرزای و دیگرها در اروپا و آمریکا و آلمان بود، سر اونا هیچ تاثیر نداشت. اما یک بیچاره ای که 1000 افغانی مثلا در بانک گذاشته بود 3-0 برداشت، برای زو گفتن تو 1 افغانی حق داری و کسایی که تقاعدش بالا میشود اونا 3-0 برداشتن، 17000 تقاعدش است، بعضیش بعضی 30000 سالانه و اینها را دو سال شده بهشان نداده. معاشات بعضی مامورین و کارمندان دولت 5-6 ماه می شود ندادن، اضافه کاریشان، حق الزحمهشان در خصوصی و در دولتی. تعداد زیادی مردم عام که ما می بینیم امروز در فکر یک لقمنان است. شما یک تصویر یک گزارش را دیده بودین باشین، دیشب من دیدم که یک مرد 90 ساله میلرزه، سفید شده، ریش سفید،
در کوچه و پس کوچه نمی کابل که ما هستیم و عین و غین و رهبرای جهادی و چپی و دموکراسی و وکلا و وزرا جنرالا کاخ و قصر دارن، در کوچه و پس کوچه کابل در 90 سالگی آیس کریم میفروشه و دستگاهی که او رو باش میفروشه تنها من زوریم نمیرسید که او رو درست چی کنم، اما او بیچاره در کوچه های پس کوچه های کابل که خراب هم است و ایرانه هم است. یا مثلا لیسانسی و حقوق علوم سیاسی در مزار نشان دادن که آیس کریم میفروشد و تعداد زیاد است که توقع دارد که آیس کریم فروشی در گریش بیاد، یعنی همی پیسه را ندارد که دستگاه آیس کریم فروشی رو بخرد. این مردم خو هیچ گونه علاقی به انتخابات و امثالهم ندارن، اما از پول اینمی مردم بلانکروزر داده شده، از پول این مردم بادیگاردا داده شده، محافظین داده شده، پیش خانه کاندید کوچر کاملا کوچه بسیار بزرگه، کاندید بسته کاملا در دیوارهای سمیتی بزرگ گذاشته شده، 5-6 تا عسکری که باید ادارات نگاه کنن، مکاتب نگاه کنن، مردم در سرگ و بازار مردم عام نگاه کنن، در پشت خانه دروازه کاندیدا هستن و کاندیدا هم در خانه شان است. کمپین نیست. متاسفانه هیچ چیز در افغانستان بر اساس قانون و بر اساس احساس مسئولیت پیش نمی رود و حتی عین و غین وقتی ما می بینیم اونا هم معلوم نیست که مسکی یک انستیزی شده باشن، مسکی یک پیشکاری انستیزی کرده باشی که گنگس هستن، معلوم نیست شب چی کار میکنن و در قصه ملت و مردم به هیچ صورت نیستن. این یک فاجعه است که ما میبینیم در کشور ما روان است متاسفانه. بله. حالا چه فکر میکنین اعضای کمیسیون انتخاباتی در اداره های مرکزی و مهم کمیسیون انتخابات آلوده به فساد هستن یا واقعا صادق هستن در جاهایشان باقی ماندن؟ چون چندی پیش مصوبه صادر شده بود که کسانی که به فساد دست دارن آقای غنی گفته بود که از کار باید برکنار شوند، حالا شماری برکنار شد، شماری هم ماندن، حالا فکر میکنین که ماندن به فساد بیشتر دست دارن یا واقعا صادق هستن؟ آقای عین و غین و متاسفانه مقامات و بزرگان کشور، من شرط میکنم اینمی روز من شرط و چلنج میدم که قانون مبارزه با فساد و ارتشای اداری را نخوندن. اگر واقعا عین و غین و رهبران بزرگی کشور جهادیست، چپیست، دموکراسیست و تکنوکرات و وکلا و وزاراست قانون فساد اداری را خوانده باشند، ماده سیش فساد تعریف کرده، نوشته که ابدا فقره دارد. فقره اولش نوشته که پول دادن، پول گرفتن، رشوت دادن، رشوت گرفتن، و در فقره دیگرش آمده تقرری بر اساس قوم، مذهب، زبان، تنظیم. کل تکیت انتخاباتی رو که میبینی بر اساس قوم است. فقط 4 قوم در یک کشور اموکی که بزرگ میگیرن، او 4 قوم هم مالکانش و تکدارانش پشتون، هزاره، تاجیک، ازبک. شما تمام تیکت های انتخاباتی رو ببینین یک گجور رو ماوین نمیبینین. این به این معناست که گجور چی نداره. متاسفانه ما گجوری داریم که لایق است، یا عربی یا تاتاری یا 36 قوم دیگر که در افغانستان وجود دارد. سوء استفاده از مقام دولتی فساد است. نشان بده کدام اینا از مقام دولتی خود سوء استفاده نمی کند. حتی این یک سوء استفاده از بیت المال است که در اختیار اینا لانکروزر داده می شود، در اختیار کاندیدا و فلان و فلان. کاندیدی که می خواهد و رئیس جمهوری کشور شود و او لانکروزر باید زیر پایش باشد، او کاندید نیست. مردمی که 90% گرسنه است و طبق گفته خودی غین یک سومش نان خوردن ندارد، این از اعضا در لانکروزر می شود در زمان کمپین، یکی در ارگ بره چی کنه؟ اصلا هیچ کاندید من نشنیدم که آمده باشد که ما کاندید هستیم، نامزد هستیم، ما بین مردم میریم، ما از مردم گرسنه هستیم، ما از مردم فقیر هستیم، مردم ما با اسکیل خدا شاهد است ندارد. من تعداد هموطنا رو میشناسم که در کورس، در پانتون، در کار خود 2 ساعت، 2.5 ساعت، 3 ساعت رفت آمدشان است، پیاده میرن. من یک روز برش گفتم که حالی چرا تو نیست میگیری؟ میگه دفخانی است. دفخانی یک نان می شود. من رفت آمدیم مثلا 20 افغانی می شود. 20 افغانی رو من 2 تا نان به خانه خود ببرم. به خاطر که 6000 افغانی ماش شان است. 7000 افغانی ماش شان است. محصلین و دانشجویان ما اونا 99% بورس ندارن. از بچه های دیقان و موچی و معلم هستن که با 1000 زحمت یک لقمه نان حتی از لقمه نان خود می زند اینا روان می کنند. اینا لانکروزر سوار می شوند و خود رئیس جمهوری کشورم میگیرن و متاسفانه اینی چیزا باعث میشه که
کل دستگاه ما از الف تا یا امروز فاسد است و طبق قانون اگر محاسبه شود هیچ کس در پارلمان نمیماند. من جمله بشر دوست جای ما کل ما میشود پول چرخی. کدام ما بر اساس قوم تصمیم نمیگیریم؟ بر اساس مذهب، زبان، تنظیم، منطقه؟ کدام ما بر اساس بچکاکا ادارات که بریم کلش فامیلی شده؟ من جمله پارلمان میبینی که فامیلی شده، ادارات فامیلی است. ما معینی داریم از سهمی پشتون یا تاجیک یا ازبک یا هزاره که بسواد مطلق است، اما پشتون و هزاره و تاجیک و ازبک داریم با شاه و دخترش که ماستر داره، 5 سال 6 سال از فارغ شده پشت کار میگرده، اما یک اجیر کسی اونا رو مقرر نمیکنه. بنابراین اگر حکم شود که مست گیرن، هر آنچه در شهر هست گیرن. اگر حکم شود که فاسد گیرن، اول عین و غین گرفته میشه. وقتی من وزیر از وزارت پلان استعفا کردم، من خوب یادم است یکی از پیشنهاداتی که آقای کرزی به من کرد، گفت که رئیس کمیسیونی مبارزه با فساد و ارتشاء اداری آقای لودین بود، عزیز لودین اگه اشتباه نکنم، گفت او را ما میخواییم که رئیس دانشگاه پارلمان تعیین کنیم. اون زمان پارلمان نو تاسیس میشد. با من پیشنهاد کرد، گفت شما بیاینم ریاست بگیرین. در ارگ نشسته بودیم دو به دو. من گفتم رئیسم من شرط دارم. گفت چی شرط داری؟ گفتم اولین شرطش ایست که مثلا روز شنبه من معرفی میکنی به عنوان رئیس این کمیسیون ساعت 9 بجه. ساعت 10 بجه من با مینی بس در ارگ میایم. طرف من نگاه کرد، گفت در مینی بس چرا در ارگ میایی؟ لان کروزر داری، بادیگارد است، همه چیز آماده است. گفتم نه رئیس، من در مینی بس میایم در ارگ که از دفتر خودت شروع کنیم. در لان کروزر جای نمیشه فاسدینه که من بندازم ببرم برای تحقیقی بیشتر. در مینی بس میایم از دفتر شروع میکنیم، بعد از او اول ارگ پاکاری میکنیم، کسایی که فاسد بود اینا را میبریم در مینی بس برای تحقیق بیشتر. بسیار تعجب کرد ایران من، گفت شرط دومی چیست؟ گفتم شرط دومی است که 1000 کماندو من میخوام داشته باشم. گفت 150,000 اردو داریم ما، نمیدونم 100,000 پلیس داریم، در 1384 بود. شما 1000 کماندو رو چی میکنین؟ من گفتم رئیس، به خاطری که ای پلیسیت، ای عسکریت، وزیرش اجازه نمیده که مثلا برادری تو را دستگیر کنه اگه من به فساد متهم باشی، یا خودت اگه به فساد متهم باشی، یا فهیم و خلیلی، فهیم و ماوین اول بود، خلیلی دومش بود، یا رهبرای جهادی و چپی. این 1000 کماندور من میخوایم و این افرادم من خودم انتخاب میکنم. ماشم دولت بده ماش که لازم است، اما فدایان اسلام من میگیرم که به این دستور داده شوه که آقای کرزی رئیس جمهور متهم به فساد است، شما برین از ارگ رو بگیرین، همی 1000 کماندو جان خود بده و ما شما رو بیاره، یا فلان رهبر جهادی و چپی و دموکراسی، وزیر و وکیل و معاون و برادرها و اعضایتان. بعد طرف من گفت شرط سومش لازم نیست که به من بگویی. خنده کرد، گفت که قبل از اینکه شما رو در نظر بگیرم با تمام کلانای کشور من صحبت کرده بودم که بشر دوست به من میخوایم که رئیس کمیسیون تعیین کنم، هیچ کدام شما رو نمیخواست. آل این شرطایتان رو کشیدم، به هیچ صورت امکان نداره. فعلا هم من به یقین هستم که بزرگترین مشکل ما فساد است. اگر ما فساد قوم و مذهب و زبان و تنظیم و دین، حتی یک هندوی ما امروز بیگانه است یک کشور. چرا؟ ما یک هندو را معین ندیدیم، یک هندو را رئیس حتی ندیدیم. ما اگر فساد پول و کاکا و ماما و برادر و حتی دختران بیسواد و بچه های بیسواد خود از خارج آوردن مقرر کردن با مقامات بالا، اگر ما این فساد را شکن کنیم، من معتقد هستم که هم جنگ ختم می شود و هم مردم افغانستان یک لقمه نان پیدا می کند. بنابراین امید است که این فساد اساس ترین کار است و این کسی می تواند پاک کنه که خودش فاسد نباشه. فاسد تنها پیسه گرفتن نیست. در پارلمان وقتی من گفتم ما با دوزخیان هر روز سلام علیکی می کنیم و بغل کشی می کنیم، از مردم من معذرت خواستم. اونا می گفتن که ما دوزخی نیستیم، اما این حدیث شریف است که رشوت دهنده و رشوت گیرنده جایشان در دوزخ است. این قابل تفسیر نیست، این روشن واضح 2 + 2 = 4 است و این صدای پیامبر است. و در قانون ما آمده است که فساد ابدا فقر است و این ابدا فقر را اگر ما عملی کنیم، من جمله خود بشر دوست متاسفانه در این جمله میتونه بیاد، دیگرها رو خوب بگذاریم. امیدوار هستم که ما در کشور ما از شروع کنیم از حکومتداری سیستم سیاسی ما از اساس فاسد است. از روزی که دولت معاصر ما گذاشته شد، متاسفانه بر اساس خانواده و بعد آمد بر اساس تنظیم حزب دموکراتیک خلق،
کسی که عزیز نمی بود او اگر نابغه می بود او حق نداشت که وزیر شود. بعد از او که پرچمی ها را زدن خلقی ها ماند، پرچمی ها را حق نداشتن. بعد جهادی ها که آمد این چیز لقمه را با تنظیم خود و تنظیم چپی ها اینا تقسیم کردن و فعلا این چیز متاسفانه اینی فساد در کشور ما باعث میشه که 99% ما مردم ما متاسفانه امروز یک لقمه نان حلال درست پیدا نمیکنه. ما کسان میشناسم خدا شاهد است که از صبح 6 بجه میبراین تا 6 شب یک کراچی یک تایره دیسش کار میکنن، 100 افغانی 50 افغانی بعضی روزا پیدا میکنن بعضی روزا پیدا نمیتونن. به هزاران جوان ما دختر و بچه است که از این دفتر به دفتر دیگر مثل فوتبال شوت میشوند اما یک وظیفه پیدا نمیتونند. چرا؟ به خاطر که کل سیستم ما بر اساس فساد استوار است، نه بر اساس اسلام، نه بر اساس جمهوریت، نه بر اساس امارت، نه بر اساس جهاد، نه بر اساس سوسیالیسم و دموکراسی. تا جایی که من مطالعه کردم هیچ سیستم سیاسی افغانستان، دولت افغانستان در طول تاریخ به استثنای چند سالی در دوره امان الله خان و احمدشاه دیگر ما نمیبینیم که بر اساس واقعا مردمداری و بر اساس منافع ملی استوار باشه. اینجاست که امیدوار هستم که ما یک دولت از بنیاد باید آلی سر پای خود سر خود را میره با سر خود استاد است ایره بالای پایش استاد کنیم. بعد با امکاناتی که افغانستان دارد من معتقد هستم که در 10 سال ما میتونیم با اروپا مقایسه کنیم سر زندگی. حالا چه فکر میکنین آقای بشر دوست که در حال حاضر انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد یا نه؟ آیا در نخست گفتگوهای صلح نتیجه خواهد داد یا انتخابات برگزار میشه؟ من به یقین هستم که انتخابات میشود یا نمیشود و صلح میشود یا نمیشود. نقطه اول این است که انتخابات نیست و سول نیست. آمریکایی‌ها خودشان اعلان کرد، آقای خلیزاد در توییترشان نوشته سیاه روی سفید که موافقتنامه سول با طالبان به معنی ختم جنگ در افغانستان نیست، به خاطر که ما تنها با طالبان در حال مذاکره هستیم. و من حتی به این تجزیه و تحلیل به این عقیده هستم که آخوندزاده تاریخ ممکنه تیر شده باشه، بیرق جنگ از آخوندزاده به البغدادی تحویل بدهد، اونا یک رهبری نو هم برای افغانستان، برای خراسان که افغانستان جزش از تعیین کردن، از خراسانی به فاروقی یا مولوی فاروقی را جایگزین کردن. احتمالی زیاد داره که 70% از طالبا هم با داعش ملحق شود یا ملحق کنند. بنابراین صلح نه صلح هست برای مردم عام افغانستان، انتخابات نه انتخابات است. و انتخابات به خاطر که اول مردم افغانستان متاسفانه 6 میلیون در ذهنش تزریق شده که آمریکا تصمیم میگیره، نه، شما 6 میلیون 10 میلیون رنجنده در مجموع داخل میدان شوین، آمریکا هیچ غلطی نمیتوند. وقتی شیرها از صحنه را خالی کنه شغالها وارد میشود. حالا 2 میلیون رای میدهد یک جویچه را آبش آمریکا تغییر داده میتوند، یا ایران یا فرانسه یا روسیه یا نمیدونم کشور دیگر، اما دریای خروشان نه. اما اینکه میشود یا نمیشود، من به یقین هستم که تنها پیلوتی به 52 میداند که انتخابات میشود یا نمیشود، چیزی که نامش انتخابات است، و صلح میشود یا نمیشود. حتی عین و غین و اخونزاده و حتی پومپیو، من فکر میکنم حتی شاید ترامپ هم نداند. او کسی که واقعا به 52 را اداره میکند، یعنی صاحبان واقعی آمریکا، فابریکه تسلیحاتیشان است، شرکت های بزرگ نفتیشان است، شرکت های بزرگ اقتصادیشان است که یک شرکتشان بودجهشان معادل 10-20 کشور بودجهشان است. و واقعا اونا هم وزیر رو میسازند، هم رئیس جمهور رو میسازند. بنابراین آخرین حرف در افغانستان پیلوت به 52 در هر قسمت میگوید. بله، حالا پس پافشاری آقای غنی بر این که در نخست انتخابات برگزار شود یا اینکه همین حکومت ادامه پیدا بکنه آیا بجا است یا نه؟ آقای غنی در سخنرانی که در انگرهار داشت گفته بود که من از جان خود میدهم اما چوکی خود نمیدهم. تمام تلاششان دقیقا این است که به هر قیمتی که میشه یا چوکی را کاملا حفظ کنه، حال خود نصف شد، نصفش عین نصفش گرفت به برکت امیتاب بچن آمریکایی که او زمان آمد و گفت که نوی شما یاد دارین که عین میگفت که اگر من رئیس جمهور نشوم افغانستان رو به خون میکشم. و جملهش بود که من هیچ وقت حکومت تقلبی غینه نمیپذیرم که 2 میلیون تقلب کرده، یک سال نمیگفت نمیپذیرم. و غین میگفت که من اگر در ارگ نروم افغانستان رو به خاک خون میکشم و هیچ وقت شرکت سامی نمیسازم. اما ما دیدیم که تا این 2 ماه کناف جنگ و شمشیربازی و لفظی شروع کرده بود، یک امیتاب بچن میاد در یک شب حل میکنه
چوکی نیست میکنه. بعد ما وحشتناک است، شرم و حیایی ندارن، عزت و غیرتی نیست. ما در تلویزیون میبینیم ده شب است تقریبا که عین و غین همدیگر در بغل میگیرن، حتی با هم شوخی میکنن و لبایشان از خنده تقریبا کلی 32 دندان است یا چند است نمیتونم دیده میشود. این حالتی وحشت آمیزی کشور ما نشان میدهد و اینا فشاری هر کدامشان هم آخونزاده تمام فکر و ذکرش این است که چوکیر کامل بگیرم و عین و غین را از پشت حلال کنم، از نظر سیاسی دور بندازم، یا اگر کامل گرفته نتونستم حداقل 70% یا 50% بگیرم. و عین و غینم تلاششان این است که یا چوکیر همانطور که فعلا داریم حفظ کنیم، اگر نمیتونیم حداقل یک 20% یا 30%، چون در طول تاریخ افغانستان به نظر من شاهی مشروطه و دموکراسی و امارت و جهاد و اسلامی و جمهوریت و سوسیالیسم اینها کلش یک افسانه بوده که بزرگان کشور به خورد مردم و اعضای تنظیمشان میدادند، اما فکر و ذکرشان و ایمان و تمام چیزشان چوکی و جیبشان است که به خاطر از او اینا حاضر هستند. ما تاریخ افغانستان دیدیم که بچه پدر را کور کرده به خاطر چوکی، پدر بچه را در 34 سالها انداخته. و ما در افغانستان هم امروز میبینیم که اینا به خاطر چوکی نه تنها حاضر هستند که مردم و خاک و وطن بفروشند، به خاک خون بکشند، بلکه حتی قوم و مذهب و تنظیم خود و حتی در آخرین تجزیه و تحلیل حاضر هستند پدر مادر خودم بفروشند به شرطی که چوکیشان حفظ شود، ولو اینکه افغانستان از صحنه نابود شود. مهم نیست برایشان مردم افغانستان. بله، حالا شما چه فکر میکنین در این حالت جوانان کشور بر خودشان میتونن چه تصمیم بگیرن؟ تحصیل بکنن در افغانستان باقی بمانن، یا اینکه از همین حالا برای آیندهشان تصمیم بگیرن به خارج از کشور فرار بکنن و همین گونه بانوان بالاخره چه کاری باید برای خودشان انجام بدن؟ ما دو نوع جوانان داریم، دو نوع بانوان هم داریم. یک تعداد جوانان ما داریم که اینا وابسته با مقامات بالا هستند که هیچ تحصیل که نکنند چوکی زنا آماده است، مقامشان حفظ است، فقط یک دیپلم تقلبی که امروز ده ها پانتون میدهد، یک دیپلم تقلبی بگیرد، بچه کاکا بچه ماما برادر وزیر است، رهبر جهادی است، وکیل است، سناتور است، جنرال است، والی است، قمندان است، فورا 5 دقیقه بعد نامش امتحانات است، اصلاحاتی داری است، منتها 5 دقیقه بعد این با دیپلم تقلبی خود معین می شود، رئیس می شود، مدیر می شود، هم دخترها و هم بچه ها. اما ما دختر و بچه واقعی کشور داریم که با عرق جبین درس خوند، حتی در چراغ علیکین، در موشک حتی درس می خواند، با شکم گرسنه درس می خواند. و من چون استاد پانتون بودم در پانتون دولتی البیرونی، در چند پانتون در داخل کشور هم خصوصی، من خدا شاهد است متعلمینی دیدم، معاصرین دانشجویان که وقتی روز امتحان چیز من از امتحان که میگرفتم یک تصادفی از زیر میز نگاه کردم، همی بوتایشان بعضی بوت سراخ بود و به این شرایط درس میخونه، این ماستری رو میگیره، لیسانس میگیره، دکترا رو تا بسش میگیره، 5 سال 6 سال مثل یک توپ فوتبال از این داره بوی داره شد میشه، در امتحان ها شرکت میکنن، اینا شارت لیست نمیشود، شارت لیست که شد بعد از او در انترویو وقتی میرود چون میره میبیند لباس و چهره و فلانش، تلفن وکیل و وزیر و عین و غین و رهبرهای جهادی و سفارت ها نیامده، این رو میگه نه شما نمیتونین که چوکی موفق نیستین، شما ناکام هستین. و یک تعداد دخترای دیگه بانوانی که گفتیم متاسفانه ما میبینیم که علیف دجیرش نیست، مثل که مردا با من یک روز یکی از افغان ها بسیار قهر بود که فلانی دختر علیف در جگرش نیست، به سواد مطلق است، در فلان وزارتخانه نامش نمیگیرم، در فلان وزارتخانه موین مقرر کردن. این واقعا بسیار احساساتی شده بود، بسیار چی شده بود. من گفتم او برادر وزیرش که مرد است، او از کجا سواد داره؟ وزیختی وزیر نفر اول به سواد باشه، دیگه از نفر دومش شما چی گله دارین؟ فعلا هم وقتی که از رهبری ای باشد، یک تعداد افغانای ماست که این خدا شاهد است که در این فکر است که بهترین لپسرینگ امروز در بازار چی مارکش آمده، یک تعداد بچه است که به این فکر است که دریشی نو، مدل نو، ستایل نو آمده یا نه، یا موتر نو جدید آمده یا نه. اینی جوان ها چی بچه است چی دختر است، اینا 1% اگر باشن اینا جداست، اما 99% ما جوان ما، مرد ما، دختر ما، زن، پیر ما در فکر مانده که ما اول زنده خانه میاییم شب
بیرون که میشیم یا نی. اونا خو که مقامات لانگ کروزر در پایش از بادیگارد هست و در جای محفوظ نگاه میشوند. و بعد است که تعداد زیاد است که با من میگد بشر دوست ما دیگه فکر هستیم صبح که میبراییم که شب ما گوشت خورده نمیتونیم، گوشت گوسفند یا گوساله، گوشت مرغ هم آورده نمیتونیم، یک کیلو کچالو برای پیاز آورده میتونیم، یعنی یک کیلو انگور که فعلا ارزان است چون فصلش است آورده میتونیم، یعنی اما یک تعداد دیگه است که دسترخوان 20 متر اصول نمیدونم انواع غذای داخلی خارجی و امثال هم است. دو افغانستان ما داریم و امیدوار هستم که روزی افغانستان مردم، افغانستان ملت ای آگاهی را پیدا کنن که دست کسانی را نبوسن که از او دست خون مردم عام بگذار، مردم اقوام دیگر را بگذار، خداشایز از خون قوم خودش میچکه، اونمو دست که بدبخت میره میبوسه، احترام میکنه، درایش بالا میشود، اونمو قاتل قومش است. قاتل بهترین روشن فکرانشان است. چی در تمام اقوام، نه تنها در یک قومی خاص. و متاسفانه 60-70% مردم ما اونمو دست میبوسه، با مو احترام قائل است. دستی که دسترخوان از خالی میکند به دسترخوان خود میبره. امید است که یک روز مردم ما این آگاهی رو پیدا کنه. امروز ما هستیم 30% شاید 40% باشیم که این شعور و این آگاهی و این به اسلام حقیقی و منافع ملی پی بردیم که پشت مسائل فرعی نمیگردیم، قوم و مذهب و زبان و منطقه و کاکا و ماما و خشا، بر اساس معیارهای اسلامی و ملی تصمیم میگیریم. و من افتخار میکنم که رأی اینا را دارم و تا امروز تلاش کردیم برایشان خیانت نکنیم. روزی ما 50 جمع یک شویم، او زمان هم ما کشور از ماست، هم انتخابات از ماست، هم تمویلش ما میکنیم، هم بچه پاک و صادقی کشور در 2 ساعت ما مقرر میکنیم. به خاطر قلت افراد نیست، ما انسانهای پاک صادق داریم، اما ما در بالا در رأس متاسفانه امروز فاسدین در قدرت هستند و اینها نمیخواهند که واقعا کشور ما بالای پایش استاد شود. میخوان که همیشه افغانستان با سر خود به اصطلاح را برود که در دنیا مسخره عام و خاص هستیم ما. وقتی از مواد مخدر صحبت میشود اولین کشور افغانستان، وقتی از فساد صحبت میشود اولین کشور افغانستان، وقتی از تروریسم صحبت میشود اولین کشور افغانستان، وقتی از تعصب صحبت میشود متاسفانه اولین کشور افغانستان، وقتی که از مهاجرین صحبت میشود تقریبا اولین کشور بعد از سوریه اولین یا دومیش افغانستان است. و دیگر هیچ کشور امروز حاضر نیست که بپذیره. ما جوانان دیدیم که تومه نهنگ در دریا استرالیا شد. ما جوانان، من تاریخ میخوانم در فیسبوک بعضی چیزا منتشر میشود که انسان اگر افغان باشد به افغانی بودن خود شرم میکند، به انسان بودن خود، که برای یک لقمه نان در جنگل های یونان متاسفانه تن فروشی میکنند و عکسهایشان منتشر میشود. اما رهبرای کشور ننگ و غیرت و این چیزا متاسفانه فراموش کردند و یا اینکه افغان ها را از جز فامیل خود نمیدانند، فقط بچه و دختر و اشخاصن که اونا را جز فامیل میدانند. من به این عقیده هستم که رئیس جمهوری کشور حیثیت پدر را دارد. وقتی که یک افغان گرسنه را میبیند او باید وجدانش بترقد که او هم بچه من است، او هم دختری من است. تنها او نیست که در هندوستان برش خانه گرفته زندگی میکنه یا در آمریکا مثلا در اونجا زندگی میکنه. مشکل اساسی بنیادی که ما داریم متاسفانه این است که خداوند همه چیز با ما داده، 70 میلیارد متر مکعب آب داده که هیچ کشور ندارد، 400 نو معدن دارد که حتی آمریکا ندارد. یک لیتیوم ما ارزشی است، خود آمریکایی‌ها میگویند معادل نفت عربستان است. اما ما در طول تاریخ افراد با تقوا، متخصص، متحد نداده که از این منابع ما به نفع مردم افغان استفاده کند. قسمت مغز اقتصادی یا نداشتن یا اگر داشتن متاسفانه یک ذره که بوده استفاده نکرده. بخاطر نیست که امروز نه انتخابات واقعا انتخابات است، نه کاندیدا کاندید هستند به معنی واقعی. هیچ کاندید در 15 سال حتی در تاریخ سیاسی افغانستان که انتخابات آمده زمان ظاهرشاه بعد از قانون اساسی 43 تا جایی که من مطالعه کردم، هیچ وقت ما کاندید نداشتیم به معنی روسو، جان ژاک روسو، مونتسکیو، ارسطو، اینا که انتخابات پایه‌گذاری کردن، که کاندید است، برنامه داره، پروگرام داره، واضح، مشخص، روشن، مادهوار. نه اینکه ما از کابل تا نیویورک خط آهن میکشیم، این چیزا مسخره‌آمیز است. پروگرام های علمی واقعی مطابق شرایط کشور که میره بین مردم. ما متاسفانه این کاندیدا را در تاریخ خود نداشتیم. در این دوره
دیگه هم نداشتیم، تنها در 1388 تنها من بودم که 53 ماده را در اونجا پیشنهاد کرده بودیم و نه صلح به معنای صلح داریم، یک مذاکره نیست، یک معامله است که جریان دارد. ممکن یک بشقاب بر اخوندزاده گذاشته شود، ممکن بشقاب کلان پیش به او بگذارند، اما ای به معنی ختم جنگ در افغانستان نیست و ای به معنی عدالت نیست. ما چگونه میتونیم از کسایی انتظار داشته باشیم که دستشون به خون مردم بیگناه آلوده است که برای کشور کار کند؟ تنها طالبان افراد بیگناه را نمیکشد، تنها دانیش نمیکشد. امروز جنرال های افغانستان، سرقماندان اعلی، امروز آمریکایان، ناتو، متاسفانه کل اینا مردم بیگناه افغانستان را میکشند و هیچ گونه ارزشی برایشان خونشان قائل نیست. روز واقعا کشور صلح، آبادی، آرامی، آسایش وجود میاد که بچه و دختر پاک کشور بر اساس نه قوم، مذهب، زبان و تنظیم و منطقه، بلکه بر اساس تخصص، تقوا، تعهد و تجربه سرنوشت کشور را به دست بگیرد. تشکر از حضور شما آقای وزیر در بحث امروز. برنامه آغاز روز موفق باشید. تشکر از شما. لطف شما. بینندگان عزیز ممنون از همراهی شما هم تا این دم. تا لحظات دیگر دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدید. آقای اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری در استودیو با ما هستند تا در مورد افزایش کشت و تولید گندم در کشور بحث و گفتگو داشته باشیم. آقای رستمی خیلی خوش آمدید با بحث امروز برنامه آغاز روز. تشکر، سلامت. صبح شما بخیر، صبح بینندگان محترم و همکاران تکنیکی برنامه بخیر. بله، در نخست می‌خوام بپرسم که واقعا تولیدات افغانستان به ویژه گندم چقدر افزایش یافته و چقدر افغانستان را خودبسنده ساخته؟ به اساس یک سروی ملی که امسال توسط اداره احصای مرکزی وزارت زراعت و همکاران بین‌المللی تهیه شده، نشان دهنده افزایش 42% میزان تولید گندم نسبت به سال گذشته است. این در مجموع امسال تولید گندم ملی در افغانستان به 5.1 میلیون متریک تن رسیده که سال گذشته سطح تولید گندم در افغانستان 3.6 میلیون متریک تن بود. به این معنا که نسبت به سال گذشته بالای 1.5 میلیون متریک تن تولید ما افزایش یافته که از نظر درصدی 42% میزان تولید بیشتر شده. نیازهای افغانستان هم بالای 6 میلیون متریک تن است. به این معنا وقتی که تولید ما 5.1 میلیون متریک تن رسیده باشه، ما امسال نسبت به سالهای گذشته کمتر به واردات نیاز داریم، یعنی بالای 900 هزار متریک تن کمبود داریم که یا به شکل گندم و یا همارد از کشورهای خارجی و خصوص کشورهای همسایه وارد افغانستان میشه. ولی در سالهای گذشته این میزان کمبود ما بین 2 تا 2.5 میلیون متریک تن بود که امسال خوشبختانه کاهش آمده. به این معناست که ما به خودکفایی نزدیک هستیم، میزان تولید سال به سال بیشتر میشه و میتونه در سالهای آینده افغانستان در قسمت تولید گندم به خودکفایی نزدیک بسازه. بله، چقدر از این تولیدات در داخل کشور استفاده میشه و خود مردم افغانستان استفاده میکنه؟ تمام تولیدات، شماری از مردم همیشه همواره ازشون شنیده میشه که این گندم یا این آرد از فلان کشور به افغانستان. تولیدی که ما داریم، یعنی 5.1 میلیون متریک تن، هیچ صادر نداریم، تمامش بر نیازهای داخلی است. طبعا وارداتی که میشه از کشورهای مختلف، قزاقستان، ازبکستان، ایران، پاکستان به افغانستان وارد میشه. تولید افغانستان با کیفیت از دیگه، طبعا شما اگر در هر دم خانه ها مشاهده بکنین، و من اعضای خانواده تلاششان همی هسته که میگه گندم آرد وطنی باشه بهتر است نسبت به نانی که از طریق آرد وارداتی پخته میشه. به این لحاظ از نظر کیفیت تولید ما هیچ مشکلی وجود نداره و ما امیدوار هستیم که میزان تولید ما سال به سال بیشتر شد و ما به خودکفایی برسیم که بتانیم پس از او به واردات نسبت به سالهای گذشته نیاز نداشته باشیم. بله. شما میدانین که افزایش 42% میزان تولید گندم ملی باعث میشه که ما در سال آینده بالای 400 میلیون دلار کاهش در واردات گندم و آرد از کشورهای خارجی به افغانستان داشته باشیم. بالای 400 میلیون دلار فوق العاده در بیلانس تجارتی افغانستان مؤثر است. بله، حالا همواره همه ساله ما تولیدات گندم شاهدش هستیم که افزایش پیدا میکنه یا تولیدات خوبی میداشته باشیم، اما بر سالهای بعدی باز این معیار ادامه پیدا نمیکنه یا همین گونه ما برعکس؟ نه، اتفاقا ما در راستا مشکل نداریم. پیش بینی که صورت میگرفت بین 5 تا 6% سالانه میزان تولید گندم ما بیشتر میشد. سال گذشته بنابر خشکسالی ها باعث شد که تولید ما
فوق‌العاده کاهش پیدا بکنه. در غیر از او، یعنی جدا از تغییرات اقلیمی، انشالله هیچ مشکلی در قسمت تولید رونما نمیشه. دلایل وجود داره که امسال تولید ما بیشتر شد. شرایط اقلیمی فوق‌العاده تاثیرگذار بود روی افزایش تولید گندم، یعنی بارانا و برف به موقع، افزایش میزان بارندگی ها، توزیع به موقع کودهای کیمیاوی، تخمای اصلاح شده، تطبیق بیشتر پروژه آبیاری در ساحاتی که کشتزارهای گندم بیشتر است، در این زمان همکاری مستقیم با دهقین، توزیع دستگاه های لیزر لول برای هموارکاری زمین که سطح تولید بیشتر می سازه، ضایعات کمتر می سازه و مهمتر از همه در وقت کشت للمی ما تمام امکانات و تراکتورهایی که در اختیار داشتیم به شکل رایگان در اختیار دیاقین در اکتدا زیاد از ولایت قرار گرفت تا کشدارای للمی بیشتر شد و به می شکل تولید ما بیشتر شد. انشالله تا زمانی که کدام حوادث غیر مترقبه رخ نده مثل خشکسالی سال گذشته میزان تولید ما کاهش پیدا نمیکنه، بل ما به خود کفایی در راستا نزدیک میشه. بله، این گندم در کدام ولایت کشور کشت میشه؟ گندم شما میدونین افغانستان در سطح کشور است، ولی بیشترین گندم در 12 ولایت است که حتی دیگه 12 ولایت مازاد بر تولید بر نیازهایشان است. تولیدشان بیشترین به ولایت های قندوز، بغلان، بلخ، تخار، هرات، ننگرهار به همین شکل یک تعداد زیاد از ولایت کشور کشدارای گندم است، ولی بیشترین به همین ولایت. چند فیصد واردات هلمند هم حاضر... بیشترین کشدارای ما در هلمند است. بله، تشکر. در حال حاضر چند فیصد از واردات ما را کمتر ساخته گندم؟ ما سال گذشته بین 2.5 میلیون متریک تن واردات داشتیم، یعنی گندم و آرد از کشورهای همسایه، ولی امسال با تولید 5.1 میلیون متریک تن ما تقریبا 900 هزار متریک تن کم بود داریم. به این معنا که نسبت به سال گذشته یک تغییر فوق العاده بالای 1.5 میلیون متریک تن واردات ما نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا میکنه که از نظر پولی من قبلا عرض کردم که میتونه 400 میلیون دلار واردات ما کاهش پیدا کنه. بله، آیا این تولید گندم مانع ازی شده یا بسنده شده برای اینکه ما دیگر از کشور پاکستان آرد یا گندم وارد نکنیم؟ نه، تا هنوز ما نیاز داریم به 900 هزار متریک تن یا بالای از یک سال نیاز داریم، ولی نسبت به سالهای گذشته نیازهای ما کاهش پیدا کرد. بله، از جمله میوه‌جات تازه یا سبزیجات چگونه است تولیدات افغانستان؟ در بخش میوه‌جات و سبزیجات بله ما به خودکفایی هستیم، نیاز نداریم به خصوصا در فصل تولید هیچ به واردات نیاز نداریم. انگور، انار، زردالو، شفتالو، گیلاس، انجیر و اکثریت میوه ما با هیچ چالش در قسمت کمبود ما نداریم. سبزیجات خود نام خود افغانستان به خودکفایی از زمستان ما تولید کافی داریم. سبزخانه فوق‌العاده بیشتر شده در اطراف کابل. شما اگر برین بیشترین سبزخانه های تجارتی است. به همین شکل در اکثریت ولایت ها دیاقین ما بلد شدن، آگاهیشان بیشتر شده، ترویج بیشتر شده، به جایی که چیزایی که حاصل نمیده از زمینی که کمتر عاید بگیرن روی ایجاد سبزخانه هم تمرکز کرده تا بتانن با متولیدی چی بادرنگ است، چی رومی است و یا سایر سبزی ها نیازهای مارکت تامین بکنه و عاید خودم بیشتر بسازه. بله، چرا تلاش بر این نیست تا بخوایم که صادرات ما هم بیشتر شوه از جمله میوه تازه؟ صادرات نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده. مثلا سال گذشته مجموعی صادرات میوه های محصولات زراعتی 130 میلیون دلار نسبت به سال 96 بیشتر بود. خود از این نشان دهنده ازی است که در بخش محصولات زراعتی صادرات ما بیشتر شده. در این بخش دهلیزهای هوایی هم تأثیر گذار بوده، راههای زمینی که ایجاد شده. امسال هم شما شاهد بودین که چند پیش اتاقهای تجارت گزارش کرایه کردن نشان دهنده افزایش دو برابری صادرات میوه تازه به کشورهای مختلف بود. که در این راستا بازم برنامه‌ای است که میزان صادرات ما بیشتر شد. بله، خیلی از کشاورزان و دهقان شکایت از این دارن که نبود سردخانه مانع شده که تا بخواین میوه‌جاتشون را نگه دارن یا در فصل که اصلا میوه کش نمیشه یا تولید نمیشه و بدست نمیه از او استفاده بکنن. دقیقا مرسل خوهرمی مشکل است، یعنی واقعا باید بپذیریم یک چالش که فعلا در کشور ما با او روبرو هستیم، خصوصا دهقان ما و یک بخش از میوه‌های ما با قیمت ناچیز به فروش میرسه. در فصل زمستان ما کمتر به مارکت میوه عرضه میکنیم، کمبود سردخانه است. سردخانه های کوچک
بر یک تعداد از دیاقین در یک تعداد از ولایت ساخته شده. سکتور خصوصی هم در این راستای فعالیت کردن. سردخانه انرژی صفری به خصوص ذخایر کچالو و پیاز بیشتر ایجاد شده، ولی سردخانه بزرگی که به ظرفیت های بالای 500 متریک تن باشه کمتر کار صورت گرفته. انشالله مژده خوبی است که ما تا 2-3 سال آینده بتانیم یک بخش از نیازها را در این بخش تامین بکنیم و سردخانه های در راستا ساخته شد. بله، کمک های آینده برای بخش کشاورزی از سوی وزارت زراعت چه است؟ ما سالانه امسال تقریبا 110 میلیون دلار بودجه داریم که نسبت به سال گذشته هرچند بودجه ما کاهش یافته، ولی با در نظر داشته همون نیازها امکاناتی که ما داریم برای دیاقین خدمات خود عرضه میکنیم. تلاش ما این است که در گام نخست ما بتانیم تا ختم سال اکثریت پروژه‌ای را که قبلا پلان کردیم تطبیق و عملی شه، تا هم مصرف ما بیشتر شه و هم نیازهای دیاقین تا حد زیادی برطرف شه. بله، چرا مشکل نبود سردخانه حل نمیشه؟ آیا بودجه نیست؟ خب یک چالش است که در گذشته وجود داشته. سردخانه جز پروژه زیربنایی کلان است که به امکانات مالی و بودجه بسیار هنگفتی نیاز داره. از طرف دیگه هم در گذشته در گذشته در ولایتی که قرار بود سردخانه ساخته میشد امکانات انرژی و برق وجود نداشت. وقتی که برق وجود نداشته باشه چگونه میشه که سردخانه را ما ساخت؟ یعنی در جایی که با انرژی بدون انرژی برق سردخانه معنا و مفهوم نداره. ما تجربه از این در یک تعداد از ولایت داریم که برق نبوده، سردخانه به طبیله خانه در یک تعداد از ولایت تبدیل شده. ولی فعلا 12 سردخانه ای که ما پلان داریم اینا هر کدام ظرفیت 500 متریک تن داره. با در نظر داشتی دو ویژگی در نظر گرفته شده: یک، میزان تولید میوه و سبزی در این ولایت بیشتر است، امکانات انرژی وجود داره که بازون مفاجعه ای که مثلا ما نمونای را داریم که در ننگرهار قبلا هم اشاره کرد وزیر زراعت که سبزخانه ما به طبیله خانه تبدیل شده. سردخانه ای که در چی در گذشته یک تعداد ساخته شده، خب طبعا برقی که وجود نداشته باشه چگونه سردخانه فعال می باشه؟ به این لحاظ 12 سردخانه کارش آغاز میشه. انشالله اداره عملیاتی واحد عملیاتی ریاست جمهوری را تطبیق و عملی میکنه. از طرف وزارت زراعت نهایی شده هر کدام از 500 متریک تن ظرفیت داره. انشالله ما قبلا عرض کردم در 2-3 سال آینده ما شاهد افتتاح یک تعداد زیاد از سردخانه خواهیم بود. بله، آیا مشکل برق چگونه حل خواهیم ساخت؟ مشکل فعلا حل از یک تعداد از ولایت، مثلا این ولایت هایی که ما در نظر گرفتیم برق وجود داره. مثلا شما اگر بخواین در گذشته در قندار، میدان وردک، غزنی، لوگر، خوست به همین شکل یک تعداد ولایت های دیگه میخواستین سردخانه ایجاد بکنین، امکانات انرژی و برق وجود نداشت. ولی فعلا میدان مردک، غزنی و اکتداد زیاد از ولایات میشد که در مرکز سردخانه ایجاد بکنن. امیر ما برنامه داریم که سردخانه ایجاد شود، بتانیم یک بخش از نیازهای خود، نیازهای فصلهای مختلف ذخیره بسازیم و به این شکل عاید دهقان ما بیشتر شد. بله، برنامه های آینده به خاطر پیشرفت این بخش چه است؟ ما در این راستا 8 سردخانه هست تقریبا 5000 متریک تن هم داریم که اینا در مراحل دیزاینش تکمیل است. انشالله به داوطلبی گذاشته میشه. این سردخانه بزرگتر است نسبت به 12 سردخانه ای که هر کدام 500 متریک تن است. تقریبا 8 سردخانه 40000 متریک تن ظرفیت مجموعیش است، در حالی که 12 سردخانه 6000 متریک تن ظرفیت مجموعیش است. این برنامه هایی است که در آینده انشالله تطبیق میشه. بله، تشکر از دور شما آقای رستمی. تشکر از شما، سلامت باشید. موفق باشید. تشکر. و بینندگان عزیز، ممنون از همراهی شما هم تا این دم. برنامه آغاز روز در همینجا به پایان رسید. تا لحظات دیگر همکارم در 200 مجموعه خبری پشتو با شما همراه خواهد بود. با بقیه برنامه های آریانا نیز همراه باشید. خدا بر نگهدارتان.